آقای گلمن دادخواهی میکنی، نتیجه خیانت جدت است که خاک فروخته امروز تو آمدی به خاطرش گلون باره میکنی. ما نکدیم این کاره، دروخ ما نکش. اگه خاک استاد مزاری و احمد شاه مسعود میفروخت، باز بروخ ما میکشیدی که ما سر ما پایین میشد. جدت خاک فروخته، خیانت کرده، امضا کرده، خط مسئله شل شدگیست، خط دیورند یا مسئله دیورند پیش ما تاجیکا حل شدگیست. ما او را جز خاک کشور بزرگ پاکستان میدانیم و هیچ گونه ادعایی هم نداریم که او مربوط به ما میشه. حال ما در این کشور خود که از شما قدر آسیب دیدیم، اگر اونا را ببیارین با چی خاطر شده به کشور. آقای اصیل، در قسمت بحثای ملی 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 زیاد شما ملی میگن، متاسفانه. یگانه قومی که زیاد ملی میگه پشتون است، اما متاسفانه یگانه قومی هم که علی مسائل ما قرار میگیره و ضد ملی عمل میکنه پشتون است. هیچ وقت ما نشنیدیم بچه های هزاره و تاجیک و ازبک صدا زیاد ملی ملی گفته باشن. به حدی که پشتون ملی میگه هیچ کس نمیگه، اما به حدی که پشتون علی مسائل ملی حمله میکنه و استاد میشه و ضد مسائل ملی کشور ما فعالیت میکنه، هیچ قومی هم نیست. امیال، من از خودت سوال کنم، نیس یک پشتون، پرچم بر اساس چی ملی میگی؟ میگی او را قانون اساسی اوکی کرده، اما باز اگه پرسانت کنم احمد شاه مسعود چی رقم میشه، میگی نه خیری ملی نیست. ما شما را میشناسیم دیگه. اگر بگویم ملی پرچم کی انتخاب کرده، میگی لوی جرگه. احمد شاه مسعود باز کی انتخاب کرده، میگی او را ما قبول نداریم، او را قبول به خاطری نداریم که او تاجک است، مثل خانم بارکزای گفت. در بحث مسائل ملی، مد از امی لایف به شما میگم، به دوستای ما، در افغانستان هیچ چیز ملی نیست. ملی چیزی گفته میشه که کل اقوام سر از او اتفاق نظر داشته باشن. نه پرچم ملی وجود داره، نه هویت ملی وجود داره و نه ملت به نام افغان وجود نداره. هر کسی که میگه داره او کتاب نخوانده، دروغ میگه. پرچم چیت؟ هویتت کدام هویت برادر؟ امی داوود خان یک لحظه آقای امان یک لحظه. بعد اگر به من بیشتر مرا گفتید اگر به من خیز نپر تو این حال خوشحال خود خیز نپر. شما در موبایل چارج بیخی صفر و اسکرین شات فورد کرده تکدم چی بیا بندی کی بیا وسو کوچ حسیب لاړ لدی زینو بدون د دې چې خبرې کړی وای ګوري ته چې دې فکر باندې په دې ذهنیت باندې چې په افغانستان کې نه هویت او ملي هویت شته، نه بیرغ شته او هیڅ هم نشته، تاسو ته دا وایم چې په میډیا کې خپل څومره چې خبرې کولې سي، چې د طالبانیزم لپاره څومره پروپاګاندا کوي، څومره غواړي پښتانه ځوانان افغانان تاسو طالبان کې اجازه ده درته، خو دا زما در سره واده ده، د حسیب ځواک در سره واده ده چې په دې میډیا باندې او په عمل په میدان کې به درته دا ښایم چې د همدې افغان توري لپاره به خلک جګړه کوي، د همدې درې رنګه بیرغ لپاره جګړه کوي، والله په بله په میلیونونو کسان به ولاړي، تاسو به پکې والله که د خاشاک په اندازه مخکاره سي، دا زما در سره واده ده. څومره چې کولی سي پختون نمانی، تاجک نمانی، ازبک نمانی، افغانیت نمانی، بیرغ نمانی، میمنه لاس د دغه ځین خلاص تر امریکا او کاناډا، دا مې در سره پرامیس ده، دا زما ټیکی دي، دا زما توری دي چې د افغانستان سلویخ میلیونه ولس، نوی میلیونه افغانان په بر او په لر کې د دې درې رنګه بیرغ تر شا ولاړ دي، د خپل ارزښتونو تر شا ولاړ دي، د خپلې جغرافیې تر شا ولاړ دي، او د خپلې ازادۍ او د خپلې واقعۍ دپاره او د خپلو حقوقو دپاره به جګړه کوي، او تاسو به یوازې ورته ګوره. دا مې در سره واده ده، په هرې خاورې او په هرې سیمې او په هرې ټولنې کې خو بد خلک شته، خو دا د بدو خلکو د خو په منځ کې بیا شتون بیخي ښکاریم نه. تاسو کوئ نه هویت مو منئ، هیڅ م منئ، چې څه مو زړه هغه وکوئ، خو دا زما در سره واده ده. په یوازې ځان د امان هزاره ورور په رقم ملګري لرم، دلته د عیسی خان لغمانی ورور په رقم ملګري لرم، علیزاده ورور په رقم ملګري لرم، دوه درې تنه هر چېرته ښه و بد شته. تاسو خپل کار کوئ، موږ خپل ګورو به چې څوک خپل هدف ته رسیږي، څوک په افغانستان کې په واقعي معنا باندې د خپلواکۍ او دې جګړه ګټي. مننه امان هزاره یو نړۍ، مننه زدر نه رخصتی گم، تاسو دراده ژوندۍ محمد یاسف خان.